اینجا لانکوان در شرق چین است و اینجا هم تولدو در اسپانیا است. شمشیر لانکوان یکی از نخستین تیغ‌های آهنین چین است که 2600 سال پیش ساخته شده. ببینیم چه چیز آوازه آن را هزاران سال زنده نگه داشته. استادان آهنگر اروپایی می‌خواستند تولدو را به یکی از پیشروترین مراکز شمشیرسازی جهان بدل کنند. من به سراغ فلزی خواهم رفت که این شهر کوچکی اسپانیایی را تا این حد مهم کرده است. مطمئن نیستم چون این کاری در قراردادم آمده باشد، چون آنقدرها حقوق نمی‌گیرم. مگر یک انگشت چه اهمیتی دارد؟ به چهارراه فرهنگ‌ها خوش آمدید. برای کشف پیوند دیرین چین و اروپا. شمشیر لونکوان یکی از سلاح‌های نمادین چین است که در سیاهی میراث فرهنگی این کشور ثبت شده. استادان این فن همچنان طبق سنت کارشان را ادامه می‌دهند. خاک آهن اینجا استحکام و استواری خاصی به شمشیرهای لونکوان بخشید. برای ساخت هر شمشیر چقدر خاک آهن لازم است؟ بین 15 تا 20 کیلو. می شود امتحان کنم؟ بله. دورانی، حرکات دورانی. ریخته‌گری فرایندی پیچیده دارد و یکی از سخت‌ترین مراحل کار چکشکاری است. فولاد باید بارها داغ و سرخ شود و بعد روی سندان چکش بخورد. با هر ضربه جرقه بلند می شود. این مرحله گرفتن ناخالصی های آهن بود. ضربه های شما آهنگ مشخصی دارد. بلند حرف زدن خسته کننده است. ما لبخانی می کنیم. چون خیلی وقت از همکاریم زبان هم را می فهمیم. در چین باستان تنها بهترین صنعتگران شمشیر ساز می شدند و من هم با تماشای این جرقه های جادویی وسوسه شدم که پا پیش بگذارم. بعد از هر ضربه چکش را عقب بگیر و به سمت پایین بکش. به پایین؟ بله. درست ضربه بزن. بعد از چکشکاری لبه های شمشیر را با چاقوی خاصی شکل میدهند. چالش کار متوازن درآوردن تیغه شمشیر است. همه ی مهارت استاد صرف درآوردن ضخامت و زاویه درست میشود. شمشیر از نو داغ و سرد میشود و بعد آن را صیقل می‌زنند و تزئین می‌کنند. هوش یا اوچون یکی از معروف‌ترین شمشیرگران لونکوان است. او که عاشق این حرفه است، بسیاری از فنون باستانی این کار را احیا کرده. شمشیرهای آسمانی او که از آهن شهاب‌سنگی ساخته شده‌اند بسیار معروفند. اینها الگوهای ویدمنشتاتن است، یعنی آهن و نیکلی که طی صدها میلیون سال بلورین شده و شکل مولکولی بسیار پیچیده ای دارد. نگاه کنید، در بازتاب نور خیلی زیباست. موجهای آهن را ببینید. این شمشیر لانکوان است. کیفیت فولاد تولدو که از زمان رومی ها مشهور بود، این شهر را به کانون شمشیرسازی تبدیل کرد. استادان اینجا قرن ها مشغول بهبود فن ریختگری خود بودند، کاری که شمشیر اینجا را مشهور کرد. خولیو تنها استاد شهر است که امروز با دست شمشیر می سازد. او جزو آخرین بازماندگان سنتی 2000 ساله است. خولیو، فرق اصلی فولاد تولدو با بقیه چه بوده؟ ساخت فولاد تولدو فن خاصی است که شامل ذوب دو لایه استیل از بیرون در لبه ها و یک لایه آهن در درون است. به این ترتیب تیغه های بسیار محکم و منعطفی ساخته می شود. فرق اصلی فولاد تولدو آن است که نسبت به ضربه بسیار مقاوم است و فولادهای دیگر ممکن است بشکند. تفاوت اصلیشان این است. یعنی فرق فولادها؟ اون که تیغه شمشیر همزمان محکم و انعطاف پذیر باشد، خولیو آن را تا 800 درجه حرارت می‌دهد و دوباره سرد می‌کند. این کار فولاد را مقاوم می‌کند.
این تیغه الان بسیار بسیار خشک است. او برای به دست آوردن انعطاف لازم تیغه را از نو با دمای کمتری داغ می کند. حالا باید دوباره آن را در دمایی حدود 250 درجه حرارت بدهیم. با این کار تنش فولاد را می‌گیریم و تیغه منعطف‌تری به دست می‌آوریم. کار تمام شد. سپس خولیو و باقی کارکنان کارگاه اسپاداس ماریانو زامورانو تیغه شمشیر را سیغل می‌زنند و دسته آن را نصب می‌کنند. مشتری عمده این کارگاه گردشگرانند. هرچند شمشیر در فرهنگ‌های اروپا و چین اهمیت بسیاری داشته، شیوه ساخت و استفاده از آن دقیقاً یکی نیست. خب سانتی، این یک شمشیر تولدوی اسپانیاست. این شمشیر چه فرق عمده‌ای با شمشیر لونکوان چین دارد؟ هر دوی این سلاح‌ها یکسان به نظر می‌آیند، اما تفاوت دارند. شمشیرهای اروپایی برای حمله با تیزی نوک ساخته می‌شوند، بنابراین تیزی لبه چندانی ندارند. می‌خوای امتحان کنی؟ ممنونم. او خیلی سبک است. برای همین توازنش مهم است. عالی و زیباست. ممنونم. یک ضرب المثل چینی میگوید رقص خوب عصای خوب میخواهد. شمشیر در چین هم سلاح است و هم چیزی فراتر از سلاح. برای همین رقصندگان چینی همیشه هنگام اجرا چیزی در دست دارند. شمشیر تنها نداریم، شمشیر جزئی از فرهنگ است. شمشیرها در نمایش رقص سنتی محبوبند، چون علاوه بر متمایز کردن شخصیت‌ها، احساسات گوناگون آنها را هم نشان می‌دهند. کنفوسیوس بود که شمشیر را از نماد قدرت به نماد تشریفات بدل کرد. و لیبای، شاعر چینی، هم به نوبه خود از شمشیر به منزله قلم استفاده کرد. آفرینش هنری را باید با محتوای فرهنگی ترکیب کرد تا وجه فکریش آشکار شود. شبرانی از سراسر اسپانیا در قصر زیبای المدور دل ریو تاریخ را زنده می کند. گروه بوهورت زوناسور برای احیای تاریخ جزئیات بسیاری را از نوع جنگ‌افزار تا شیوه مبارزه بازسازی می‌کند. زره و تجهیزات ما درست شبیه تجهیزات قرن 14 و 16 میلادی است و کاملا شبیه اصل ساخته شده. خوب است که تعلیم دیده باشید، اما کارتان هرچه باشد با تمرین پیشرفت می‌کنید. چون این مبارزاتی تازگی ندارد و در گذشته نیز اشراف و شوالیه ها برای سرگرمی تمرین می‌کردند. این کار عالی است و عرقتان را در می‌آورد. وقتی این زره 30 کیلویی را می‌پوشید و مبارزه می‌کنید، انگار دارید کاری تاریخی می‌کنید که همه چیزش افسانه است. کار هیجان انگیزی به نظر می‌رسد، اما خیلی زود فهمیدم که آدم‌هایی مثل من برای این کار ساخته نشدند. اوه خدای من که چیزی نمیبینم. حالا چه کنم؟ باید فقط امیدوار بود که مبارزه چندان طول نکشد. باشد، تو بردی. نفسم بالا نمی آید. عالی بود. اما در خانه از این کارها نکنید. این هم چشمه ای بود از ماجرای شمشیرسازی در تولدو و من از اسپانیا با شما خداحافظی می کنم. این برنامه چهارراه فرهنگ ها هم به پایان رسید. ممنون که با ما بودید و خدا نگهدار.